الو الو سلام. بله شهریار. بله سلام مادر، حال شما خوبه؟ بچه ها خوب هستن؟ چشم، الان چه داشتون بکنم؟ گوشی خدمتتون. آیه شهریار ببخشید تلفن. کیه؟ مادرت. قربان دستت اد، او تلفن بی سیمی رو میاری؟ امروز خیلی کیفت کوچه ها شهریار. شاکرت. چشم. سلام بچه ها، یادت نره. الو، چه عجب یادی هم های کردی، قربانت برم. چرا صدات گرفته عزیز؟ دردت بالای سرم؟ نه تو، نه علی، مگه دکترش نگفت با دوا درمون میشه؟ به عمل برای چه؟ تهران؟ مگه اونجا عملش نمی کنن؟ حالا چقدی میخواد؟ 200,000 تومان؟ باشه عزیز، فقط هر وقت خواستیم بیای تهران بهم زنگ بزن. باشه؟ به شهاب و شهینم سلام برسان. خداحافظ. $200,000؟ آقا کجا؟ آقای محمدی، اگه خوابتون میاد میتونید تشریف ببرید منزل. نه، یه مقداری سرم درد میکنه. اگه وقت کردین لطفاً یک نگاهی به این ورقه ها بندازین، تمام آمار و ارقام اشتباهه. مگه چی شده؟ والا من از شما باید بپرسم چی شده؟ مدتی همه آمار و ارقام اشتباه میزنین. میبخشید آقای رازی، دو سه روزی یه مشکلی برام پیش اومده که تمام فکرم بوجاست، چون قراره خواهرم بوسی عمل جراحی بیارونش تهران. قبل از این دو سه روز چی؟ دو سه ماه قبل چی؟ آقای محمدی، اگه قرار باشه همه حسابای شرکت رو اینطور اشتباه بزنید، ما دوچار دردسر میشیم. من فردا در مقابل هیئت مدیره باید پاسخگو باشم. چش، الان این فاکتورهای جدید رو من چک میکنم. ببینید آقای محمدی، اگه میخوای به فکر درس و دانشگاهت باشی یا همش حواست پی خانوادت و نامزدت باشه، ما دوچار مشکل میشیم. من یه حسابدار میخوام که شیشتونگ حواسش اینجا باشه. یعنی میفرمایید فکر ذکر ما ایجا نیست؟ نه خیر آقا جان، نیست. همینطور که نمیشه حسابای شرکت پا در هوا باشه. آقای رازی، من که بچه نیستم، لب واکنی میفهمم چه میخوای بگی. یعنی چی؟ یعنی این که دو سه ماه یه راه بیرا داری ازم بونه میگیری که بذارم و برم، که به جای من خارزادت هانا بیاری سر کار. اصلا اینطور نیست. نه اینطور نیست. آقای محمدی، اگه حال کار کردن نداری، من اصراری توی موندنتون ندارم. فقط تشریف ببرید حسابداری، حقوق این ماهتون رو بگیرین که من بهتون بدهکار نباشم. Woo!
آقا سکو بگم دیگه، یارو رفته بوده بالا درخت، نوکی نوکی درخت، طرف میامش میگه آقا بالا درخت چی کار میکنی؟ میگه میخوام توت بخورم. میگه خود دیوونه ای که درخت توت نیستی، درخت بلوته. میگه خود توتام تو جیبمه. یخچال یخچال نه بلوت. چرا خوب بود نه؟ لیکش آه یه دیونه هم من بشم دیگه نه بود تو نه یه دیونه تو بابا بزن بگه عهد میخواد دیبه بگه بگو آه گرچه اینجوری بوده چه یه دونه بچه تهران بگو خب یه دونه بچه آبادان یه دونه اصفهانی یه دونه چرمنشاهی اونم یه دونه بچه کجا تبریز اینا ما آره دیگه اتفاقو ببین آقا اینا توی یه خونه دانشجویی با هم زندگی میکردن خب از قضا میزنه سر برج میشه یه نفری 17400 حسابشون میشه برید بعد درو بیارید بابا اینم گذاشه با سرکم اینه گفتی که بخندی دیگه خندیدار نیست بعد بهت میدم گریه داره بابا که آخر برد شد 10 روزم گذشته آقا رو ببین چه خبره اگه تا یکی دو روز دیگه پول اینا رو ندیم آمو برگمون رو قطع میکنن آقا بچه ها راستی زهری اومده بود برای ماهیانه ساختمون این سومین باریه که تذکر میده اگه این دفعه پولش رو بهشون ندین دیگه سر صداشون در میاد. با ویلا آقا امروز هرج شده باید تصفیه حساب کنیم دیگه. بچه‌ها می‌دونی زندگی همش خوبه فقط این موقع پول دادنه خیلی بده نه؟ آسیه. بلنش می‌ریم دیگه. داشت سلام پهلوان سلام امروز زود اومدی؟ نرفتی سر کار؟ نه نرفتم ببین داداش چیز کن 17400 حساب این برجمون میشه بردار بیار فعلا وضعیتم خوب نیست اگه بذاری من بعدم میدم استاد آلگیری یا داشتی میگفتی میخیر میدونم میدم سرمون گربونه دستت 1500 تومنش کمه فردا بهت میدم فردایی شدید داده؟ ببین الو بفرمایید بله سلام علیکم مادر شما خوبه؟ مادر کرموشا چه خبر؟ آبا خوبه شهریار نه خیر تشریف ندارم بیرون چشم اومدن میگم زنگ بزنم به شما خواهش میکنم خدا نگهدار خدا نگهدار بچه و شهریار از این اخلاقا نداشت یعنی چش شده؟ دو سه روز همش تو خودش اینجوری شده $200,000
تاریخ ازدواجت شیرین خانم انداخت عقب چه تو پیش سر ما در میادی؟ حمید یه بار دیگه اگه با من شوخی کردی فکر تو میارم پایین. چی پشاد میمونه؟ برو بیرون قاطی کرده عزمت خورده. بله چشم بهشون میگم خواهش میکنم سلام برسونی خدا حافظ شما. خدا حافظ. باز مادرش بود؟ آره نگرانش شدن دیگه چند شب زنگ میزنن هرچی بهش میگی بهش صحبت کن بگی بگو من نیستم. آخه درست نیستین که نفهمیدی چی کارش داشت؟ میگفت خواهرش خیلی حالش بده منتظرن که شهریار بهشون میگه بیان تهران برای عمل دیگه نمیدونم چرا از تهران اومدن اونا این میترسه یه هفته هم هست سر کلاس نمیره سر کارم نمیره اینجوری بخواد پیش بره این حتما این ترم میفته دیروزم که روز شهردارش بود دست به سیاه و سفید نزد آخه این چشه مجید نمیدونم میرم باهاش صحبت کنم ببینم چش شده آخه شدی شهریار تو صبح یه ساعت ورزش میکنی
هدای پهلوونیت میشه. به حالا سیگار میکشی؟ ولم کن. ولت کنم که علف رو زمین نمیمونه. حدی سر به سرم نذار که اصلا حوصله شوخی ندارم. شوخی کدومه؟ تو خجالت نمیکشی؟ مادرت یه هفته است داره بنده خدا زنگ میزنه تو جوابش نمیدی؟ دانشگاه که نمیری. کارت هم که ول کردی. سیگارم که میکشی. خب یه بار که سینما برو دیگه. چی شده؟ نامرد بیمرام بعد از 8 ماه کار کردن و عرق ریختن تو شرکتش همینجوری بهم گفت برو بیرون. خب واسه چی؟ چه میدانم. پاشو پاشو بریم بیرون، یه هوایی بخوریم، یه قدمی بزنیم، گپ میزنیم ببینیم چی به چیه. پاشو. از یه حوصله ندارم، بی خیال ماشو. حوصله ندارم چیه؟ بولاشو ببینم. بولاشو اوناش دار، اوناش خدا وکیلی تا قبل از این چند روز نمیدانستم این دنیا چقدر بیرحمه. انگاری هیچی دل نداره، همه به هم شک دارن، هیچی هیچی رو باور نمیکنه. نمیدانستم که این آدما پشت اون چشاشون چه میگذره. خب چی میگذره؟ من یه چند روزه به خیلی ها گفتم که خواهرم مریض و احتیاج به کار دارم، ولی خدا شاهده هیچکی حرفمو باور نکرد، هیچکی یه ذره دلش به حالم نسوخ. انگاری دارم قصه میگم، فیلم تعریف میکنم. همشان فکر میکردن که دارم ننه من غریبم در میارم. ببین شهریار جان، دنیا دنیای مدرنیته است. اینجا که دهتون نیستش که همه هم دیگه رو بشناسن، به هم اعتماد کنن. اینجا همه آدما رو از رو مدارک باور میکنن. فهمیدی؟ یه نگاهی به این شهر بنداز. ببین چقدر آرومه. ولی فردا صبح که آفتاب میزنه همشون عین هم مور ملخ میریزن تو کوچه و خیابان. هر کی هم تو فکر اینه که کلاهشو باد نبره. حالا سر بقیه چه میاد او دیگه مشکل خودشان. تو فقط تو فکر اینی که کلاه خودتو باد نبره. از قدیم گفتن همینه که هست، میخوای بخوا نمیخوایم نخوا. ولی من نمیخوام اینجوری باشم. دنیا دنیای شلوغیه شهریار جان. ببین همه مجبورن با احتیاط از کنار هم دیگه رد بشن. خیلی ها فکر میکنن با یه تنه خوردن ممکنه سقوط کنن. تو هم اگه جای اونا بودی شاید این فکر رو میکردی، شاید هم مثل اونا رفتار میکردی. واسه همینه که دیگه نمیخوام اینجا بمانم، چون اصلا دلم نمیخواد مثل آنا باشم. یعنی چه؟ منظورت چیه؟ دیگه تحمل ندارم. تازه فهمیدم که کجا و بین کیا زندگی میکن. شوخی میکنی ها؟ جدی نمیگی؟ گور بابای درس و مدرک و دانشگاه. دیگه نمیخوام اینجا بمانم، میخوام برگردم ولایت و سر زمین خودمان کار کنم. میخوام دیگه بقیه عمرمو عین آدما زندگی کنم. تو کره ما هم بری آدمشو نیستی. تهران خفته. ببین با رفیق ما چیکار کردی که اینقدر از تو بدش اومده؟ تو واقعا اینقدر بیرحمی؟
نشستیم تنها. چیه؟ کجاست؟ چی کجاست؟ ساکا. ساکا پیش ما نیست. چونه ما خلوش میدن میخواه آشتی کنی چیه؟ ساکا با همده میکنی چیه؟ گفته برولا دست ازم به ساکا. ساکا دست ازم گفته من دست ازم بیده دست ازم خجالت بکش کم آوردی بره 200,000 تومن کم آوردی. الو بفهم. سلام مادر. سلام دختر تو خوبه؟ شهریار؟ شهریار بسه نیستن. نه نیستن نیستن، ولی گفتم ما به شما بگیم که گفتم بگیم به شما بیاین تهران. همین امشب بیاین تهران. بیمارستان ردیف شد، خرج عملم ردیف شد، همه چی ردیف. ببخشید من همه چی ردیف. تشکر. چشم. سلام برسیم. خدا نگه. چی به تو گفت بشم بگی بیا تهران؟ خودم گفتم. دوست داشتم گفت. تو بی خود کردی؟ همین میذارم داغونت بکنم ها. داغونم کن. بکشو. لعاب کن. هر کاری میخوای بکن. هر کاری میخوای بکن. ولی نرو. مجید همه چیه به هم گفته. نمیذارم بگی. من بیلیت گرفتم. بیلیت رو بنداز دور. برو پسش بده. نمیدارم نمیدارم بده. باید قهرم ولی باید اینجا وایسی دو کلام حرف حسابی باید دارم باید گوش کنی سر. نمیدارم بده. بچه بازی در نیار همین. بچه بازی در نیارم. دست به ساعت بتام نزن. دست به ساعت بتام گفتم نزن. من اینجا بیدم. نمیخواد بده. ایسوی چه میگیره؟ ایسوی چه میگیره میری باش کار میکنه. ماشین نمی داره. از صبح تا شب باش کار میکنی. هرچی هم کار کردیم نصف نصف. مهنت هم سرت نمیذارم. فهمیدی؟ 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 میدانم مجید. نمیخوام بدونی. همین. تو هیچی نمیدونی. میدونم مجید بهت همه چی رو گفته. میدونم میخوای ثابت کنی رفیقمی. تو هرچی دوست داری فکر کن. هرچی دوست داری فکر کن. ولی حق نداری بری شهریا. فهمیدی؟ خرج عمل هم ردیف میشه. یعنی ما اینقدر بی ارزه نمیتونیم 200,000 تومن پول ردیف کنیم. معدوده که وایس مشکلش حل کنه. کم نیاره. برو مصرفه کشی کن. بری نرو. فکر نکن با داشتی کردم ها. شوخی به شوخی. برم کن با. برم کن. یه بیا. بیا کمک کنی جارو بذاریم سر جوش. بیا بیا تو تم بده پاره کنم. بیا تو بذارم.
خدا بده برکت. اول بوسه اولی روز خیلی خوبه. 2200 تومن. 1100 تومن من، 1100 تومنم حمید. خدا بده برکت. کی فکر میکرد تو همچین موقعیتی یه سی مثل حمید زیر پر بال تو بگیره؟ جناب سروان ننویس، من نوکرتم جناب سروان، ننویس. توقف ممنوع پارک کردی جانم؟ گفتم که جناب سروان حواسم نبود، به خدای ماشی ماره من نیست، از صبح تا حالا کل درآمدم 1000 تومن بوده. منم 1000 تومن جریمت میکنم که دفعه دیگه حواست به علامه راهنمایی باشه. آخه چرا هیچکی به هیچکی نیست؟ چرا تو این شهر هیچکی حرف هیچکی رو باور نمیکنه؟ من که گفتم حواسم نبود. کارت ماشین لطفاً، کارت ماشین. همراهم نیست. بنویس، اصلا هرچی دلت بخواد بنویس. تمام قبضاتو پر کن. چته خیلی عصبانی هستی. از این به بعد کارت ماشین حتما سعی کن همراهت باشه. خسته شدم از این شهر بیدر و پیکر. کاش که میرفتم ولایت ها، دیوانه شدم دیگه اینجا. آقا دربست؟ نه خیر آقا. بیا آقا، بیا سوار شو. پس همه ناراحتیت به خاطر این برگ جریمه است؟ واقعا ارزشش داره؟ نه آقا، به خاطر برگ جریمه نیست. پس چی؟ پس چته وقتی که امشب ما رو سوار کردی همینطور داری به زمین و زمون و مردم و تهرون و همه چی بد و بیرا میکنی؟ آخه این شهر شما دارین؟ مگه چشه؟ چش نیست، ظاهرم بهشته، ولی وقتی چشم وا میکنی میبینی چه جهنمیه. جدی؟ چرا؟ به خاطری که توی این شهر چیزایی مثل معرفت، مردانگی و انسانیت مسخره است. چه جاله؟ جوان ببینم از کجا به این تئوری رسیدی؟ تحقیقات کردی؟ آمار گرفتی؟ تو این یکی دو هفته بهم ثابت شد. تا قبل این کراکورا تو این شهر زندگی میکردن. بعدم فهمیدم که اینجا کجاست. خب اینجا کجاست؟ اینجا همون جاییه که وقتی یه نفر واسه درمون خواهرت دم مرگش بین اون رو مینازه، روش و زمین می نازن و میگن تو دوستی. اینجا همون جاییه که راست بگی و بیشیل پیله باشی کلات پس معرکه است. اینجا همون جاییه که وقتی دنبال کار میری هیچکی بهت اطمینان نمی کنه و همه ازت ضامن می خوان. ببین جواب بهت بر نخوره ها، ولیکن همین جوری که نمیشه به یه نفر اعتماد کرد. مثلا من از کجا ببخشیدا بدونم که شما دوست هستید یا نه؟ ها؟ چه میدونم آقا، فقط من اینو میدونم
که من دوز نیستم. من یه آدمی هم که دوست دارم وقتی که میرم دنبال کار همه بهم اطمینان کنم، کسی ازم ضامن نخواد. همین. شهریار چه میگی؟ مادرت زنگ زد گفتش که فردا بلیط گرفتن میان تهران، باید برید ترمینال دنبالشون. ها مگه پوله جور شده؟ آره بی بالا تو بهت بگم. مگه ما به خواهرش و مادرش نگفتیم بیان تهران؟ شهریار داشت میرفت کرمانشاه، ما بهش نگفتیم نرو؟ همه این حرفایی که تو میزنی منم میدونم، پول کم داری، این خواهرش مریضه، ولی آقا تو مشکل منم هست دیگه. مشکل چیه؟ الکی داری شلوغش میکنی، تو داری میگی پول خونتون داری، از خودت هم از پوله، ما از خودته. خب برو بعد بیا، چرا بونه میگیری؟ بله پول دارم ولی من الان 2 ماه با خونه قهر کردم، بعد 2 ماه برم چی بگم بهشون؟ نمیپرسن تا حالا کجا بودی؟ این تو داری کار رو رفیقت میکنی، رفیقت به مشکلی برخورده، باید فداکاری کنی. اصلا به خاطر شهریار رو زرما ناراحت نشو، باید اینقدر ایثار داشته باشی بری با پدر و مادر صلح کنی این پول برداری بیاری. نمیخوای بیاری اینا دخالت نمیکنم، یه بحث دیگه بگو نمیخوام بیارم. عجب، حالا چقدر پول کم داری؟ ایچی اصلا کم نداری، خوشو لوس میکنه، کم نداری. خب بگو چقدر کم دارین دیگه. ای وروبر کردیم جمع جو کردیم خودمون اینا 320,000 تومان ردیف شده. 80 کم داری؟ 80 کیه؟ ها؟ چیه خوب؟ آنجا این اومد خب یک کلمه با من حرف نزد، سویت هم این داخل روی میز رفت و اتاق چراغ خاموشه. فهمیده نتونستیم براش پول ردیف کنیم، 100%. حالش ازی گرفته، چه غلطی کردم گفتم خواهرش و مادرش بیان اینجا. تلفن بیار، تلفن بیار، اصلا زنگ بزن بگم نیا. ول کن. نه دیگه، یه بار اومدیم تو زندگیمون مثلا مردونگی کنیم، مردونگی اصلا آدم داغون میکنیم، دلمون به رفیقمون مثلا خوش کردیم. پول داره نشسته اینجا ما نگاه. یه کار میتونیم بکنیم. وایسیم دیر وقت بشه، هوا که تاریک شد، این مام بابای من که خوابشون بود، یواشکی من برم تو خونه پولو بردارم بیارم. ها؟ خیلی فکر خوبیه. فقط به جون احد اگه بفهمن من آبروم رفته، چون نمیخوام ببینمشون، نمیخوام باشون درگیر بشم. میدونی چی میگم؟ نمیفهمن. تو همه چی گنده میکنی برای خود. 20 سال زدن میری میاری ها؟ حالا اجازه بده. آقا چی میگی؟ ما با شما میاییم. خب اگه شد کفه به حال مراد، اگه نشد اصلا مهم نیست، خودت هیچ ناراحت نمیکنی، راه میافتیم میریم سراغ برای بچه ها، بلکه هم تونستیم قرض بکنیم دیگه. آره میشه انشالله که میشه. میشه ردیفه، فقط بجیده میاد اونم شو برداریم بریم چهارتایی ردیفه، چایی تو بخور بدار حساب تو خونده. آقا بازه ما چایی نیاردی واقعا بخور بدار. خب چه میگی آقا شهریار؟ این همه پول، اونم درست وقتی که تو برای پول داری به هر دری میزنی. شاید خدا خواسته، شاید دلش به حالم سوخته. اه کی تو این شهر درندش به من رحم که من رحم کنم؟ اصلا به من چه مربوط؟ خواست جان از آره تو ماشین. حالا من بیشتر از هر کسی به این پول احتیاج دارم. شهریار ما میریم با بچه
دوری میزنیم. اگه دیر کردیم نگران نشو. خدا حافظ. میدونستم که یه پورا جور نکردید، وگرنه این نصف شبی نمیرفتین دور بزنید. فکر کردید که من نمیفهمم؟ من احمقم؟ افشین، ساعت 12 شب شد، اینا نمیخوام بخوابن. تا موقع که تلویزیون برنامه داره اینا بیداره. هر وقت برنامه تلویزیون تموم شد میگیرم میخوام. ولی افشین خودمونیم، تو هم با پدر و مادرت رفتار خوبی نداشتی ها. ای بابا آقا جون، تو را داشتیم میامدیم چی بهتون گفتم؟ در مورد اختلاف من و خانواده مثلا با من بحث نکنیم. خب باشا رو ناراحت میشم، حرف نمیشم. چیزی نگفت که افشین، گفت نتا که خاموشو برو. بچه من برگشتم سری در میام. باشه برو، تو مگه میخوای گم نکنی بانک بزنی؟ برو شلوغت میکنه. بری بابا روش بدبخت سکته میکنی. وای ماشین روشن کن. خاک تو سرت، خونه خودت رو نمیتونی بازی کنی. سواشو بری هنوز بیداری؟ کنه خواب ما نمی آمد. افشین بچه ها کشن با الان میام برای تعریف میکنم یک اتفاقای افتاد. بیا آقا جون، اینم 200,000 تومانی که قولشو بهت داده بودیم. قرار بود تا فردا صبح حاضر بشه. نه هنوز صبح نشده. از کجا مفشین؟ بالاخره دیگه، حالا دیگه با خیلی راحت برو بگی بخوام. نگفتی افشین بچه ها کجا؟ نمیدونی چی شد، رفتیم اونجا ماشین خراب شد، نمیدونم بچه ها رو گرفتم من در رفتم، بعد اونا فکر کنم الان بازداشت کار میشن. نکنه رفتین دزدی؟ یه چیزی تو همین مایا سرقت در نیمه شب دیگه. نبیدم این قیافه میاد پا بگیری یا دعوا بکنی.
کجا پیره من؟ میرم یه نفر دیشب پولش تو ماشینم جا گذاشته پتش بده. چقدی پولش هست؟ 145,000 تومانی میشه. 145,000 تومان؟ آه با. پس آب در کوزه و ما تشنه لبان گرد جهان میگردیم. اونم چه آبی نتلبیده. آقا پس رفتی زود برگرد که دور بریم دنبال بچه ها. خوش اونم همه بدبخته اون تو هن یه نگرش رو میدارن. کاری نداری؟ یادی از تو پیاده رو برو. شب که آوردم اتان اینجا که سر کوچه تو بردی چیو؟ میتونستی بردیر بس خودت بالاخره میتونستی به یه زخمی بزنی چرا پس بود؟ دیشب که بهت هم گفتم مدوز نیستم اتفاقا منم واسه همین کیف پولم و جا گذاشتم تو ماشین تو پیاده شدم و فکر کردم که یادتون رفته کیف پولو بردارین و جا گذاشتین تو ماشین نه بشین خواستم ببینم تو که این همه از آدم های دوره برات بد میگی خودت چند مرد حلاج خب اگه برمی داشتم و نمی آوردم چه؟ هیچ حداقل به ثابت می کردم که آدم قابل اعتمادی نیستی حالا که پس آوردی نمینم قابل اعتمادی راستش دیشب تا صبح همین جوری تو فکرش بودم که چیکار کنم بیارم آدمی زاد یعنی همین یعنی وسوسه یعنی تردید یعنی دودلی من فکر نمی کردم که توی شهر آدمی باشه که بهم اطمینان کنه و حرفامو باور کنه منم واسه همین کیفمو جا گذاشتم که به این حرفت برسی دست شما درد نکنه باشه بر خودت این مزد مردونگیته مزد پاک باقی موندنته من احتیاجی به این پول ندارم منم احتیاجی ندارم پس انداز کرده بودم که باش برم زیارت پالش فرق میکنه میدمش به تو شاید اون راضی تر باشه میگه مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه است همین که دیشب فکر نکردین که دروغ میگم برای من 10 برابر یه پول ارزش داره بسیار خوب بس بفرمایی تو مزاحمتان نمیشم نه من تنها زندگی میکنم بریم توی صبحونه با هم بخوریم و یک گبی با هم بزنیم کل به درد بیشیه بفرمایی یا علی شهرها را دیدم مردمان را دیدم دشتها را کوهها را دیدم آب را دیدم خاک را دیدم و گیاهان را در نور و گیاهان را در ظلمت دیدم جانور را در نور جانور را در ظلمت دیدم و بشر را در نور و بشر را در ظلمت دیدم